روز یکشنبه گذشته یعنی اول اردیبهشت ماه پایان مهلت رژیم نوپای اسلامی در سال 1359 به جریانات و احزاب سیاسی به ویژه چپ و کمونیسم برای تخلیه دانشگاه‌ها بود که به دنبال آن انقلاب فرهنگی رژیم نیز آغاز و شدت گرفت. قبل از آن خمینی رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود بر تصفیه دانشگاه‌ها، اسلامی کردن متون درسی و مقابله با مارکسیسم و کمونیسم موجود در دانشگاه‌ها تاکید کرده بود. در 26 فروردین 1359 پس از برنامه پرسش و پاسخ هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز، دانشجویان مسلمان پیروی خط امام ساختمان مرکز این دانشگاه را اشغال کردند و حملات مشابهی در سایر دانشگاه‌های کشور انجام گرفت. دو روز در درگیری‌های خشونت آمیز در دانشگاه‌ها منجر به مجروح شدن 300 نفر در دانشگاه شیراز و 356 نفر در دانشگاه مشهد شد. در روز اول اردیبهشت ماه که پایان مهلت شورای انقلاب بود، خشونت‌ها به ویژه در دانشگاه تهران به اوج رسید. بنا به گزارش روزنامه کیهان 349 نفر زخمی و 3 تن کشته شدند. حال نزدیک به 4 دهه از آن وقایع گذشته است. انقلاب فرهنگی در واقع یکی از برنامه‌های اصلی تثبیت پایه‌های رژیم اسلامی در ایران بود. دکتر شهرزاد مجاب با درجه پروفسوری استاد دانشگاه تورنتوی کانادا هستند که در این زمینه تحقیقاتی دارند. در این گفتگو انقلاب فرهنگی رژیم و یکی از مهره‌های اصلی این برنامه یعنی عبدالکریم سروش را مورد بازنگری قرار می‌دهیم. دکتر شهرزاد مجاب، بار دیگر سپاسگزارم که دعوت صدای نو رو در سیدنی استرالیا پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید. 39 سال از انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در ایران میگذره. تا چه حدی و چرا اهمیت داره که اون رو پس از نزدیک به 4 دهه دوباره بررسی کرد و بازنگری کرد؟ سلام به شما و شنوندگانتون، خیلی ممنونم از دعوت مجدد شما برای شرکت در این برنامه. به نظر من اهمیت پرداختن به این مسئله این هست که انقلاب فرهنگی یکی از ستونهای اصلی تثبیت حکومت اسلامی بود که با سرکوب جنبش پرخروش و نوپای دانشجویان و دانشگاهیان، مخصوصا چپ و دانشجویان چپ و کمونیست، و اخراج و زندانی کردن اونها و نهایتاً بسته شدن چند ساله دانشگاه شروع شد. من برای اینکه یه زمینه‌ای به در مورد این واقعه بسیار مهم به شنوندگان شما بدم، به سرمقاله شماره 33 کتاب جمعه به سردبیری زنده یاد احمد شاملو که در تاریخ 11 اردیبهشت درست یک هفته بعد از حمله به دانشگاه به چاپ رسید، به اون میپردازم. یک نقل قول خیلی کوتاه ازش میارم. اولا روی جلد این شماره اومده به شهیدان و زخمهای خونبار دانشگاه‌های ایران تقدیم میشود. و سرمقاله میگه که ایلغار انقلاب فرهنگی یا به روایت رئیس جمهوری بعثت فرهنگی همچنان 68 دانشگاه و دانشکده و مدرسه عالی ایران را در مینبرد. و ادامه میده، میگه که این دانشگاه‌ها در یک بعد از ظهر بیش از یک دوجین مرتد فطری اونها رو سلاخی کردن. جای زخم چاقو، ساتور، میله آهنی، سنگ و چماق تا پایان عمر بر چهره و بدن هزاران دانشجوی عصر بعثت فرهنگی باقی خواهد ماند. اما حاصل تجربه‌ای که روز اول اردیبهشت به دست آمد با التیام زخم‌ها و فرونشستن دردهای جسمانی فراموش نخواهد شد. و ادامه میده که این مسئله که هجوم به دانشگاه‌ها که گذشته از درگیری‌های دهقانان در کردستان و گنبد خشونت بارترین نمونه نبرد طبقاتی در سراسر ایران پس از قیام بهمن است، چند نکته بسیار مهم رو ادامه میده و در این سرمقاله میاره. یعنی اینی که بلافاصله بعد از حمله به دانشگاه‌ها در نشریات ایران در اون دوره به شکل وسیعی به این مسئله پرداختن، خودش یه نکته‌ای هست در مورد همینی که واقعاً باید به مسئله انقلاب فرهنگی به عنوان یک زمینه
بسیار مهمی برای تثبیت حکومت اسلامی ازش یاد کنیم و در نظر بگیریم. من فکر می کنم وجه اشتراک عمده‌ای بین فرمان حجاب اجباری و تحکیم کردن اون در سال 1359 و سرکوب دانشگاهیان و دانشجویان و اسلامی کردن کل دانش، علم، علوم انسانی و اجتماعی و بعد این پروژه بزرگتر درست کردن زن مسلمان، پیاده کردن پروسه توابسازی در زندان و به اصطلاح اسلامی کردن کل روابط اجتماعی از هنر، رقص، موسیقی، تئاتر، همه اینها گرفته تا این سرکوب دانشگاهیان و دانشجویان و دانشگاه ها، اینا همه یک چیز ارتباط منسجمی دارن برای تثبیت این حکومت توکراسی، چیزی که من بهش میگم حکومت توکراسی فاشیستی در ایران. در نتیجه و مخصوصا اینه که استفاده از علم ستیزی و دانشگاه ستیزی جزء برنامه های گسترده سیاسی آموزشی بود که از طریق این برنامه انقلاب فرهنگی اسلامی پیاده شد. در مورد کل این پدیده به نظر من مطالعات خیلی کمی انجام شده. یکیش هر تحلیل و مطالعه دقیق این موضوع باید مستقیماً به دولت اسلامی و تحکیم اون و ساختن این رژیم اسلامی برخورد بکنه و طیف وسیعی رو از افکار و افراد، اونایی که درون خود رژیم بودن و بعد بیرون رانده شدن و های حکومتی ملی مذهبیون، یعنی روشنفکران ملی مذهبیون رو در بر میگیره. در نتیجه برخورد به این مسئله و تحلیلش تحلیل خیلی عمیق و گسترده ای میخواد. بنابراین یه موضوع ممنوعه و سانسور شده در درون ایران هست، به خاطر همینم روش خیلی کم نوشته میشد. در بیرون از ایران هم در بهترین حالت تحلیلایی که ما داریم تحلیلای بسیار ناپخته و نادقیق از این واقعه مهمه، اگر اصلا به اون پرداخته بشه. من مثالای خیلی زیادی میتونم بزنم از اینی که کسانی که به این مسئله به عنوان مثلا یه واقعه، این که مثلا چند روزه ای که اتفاق افتاده و بدون تحلیل مثلا به این مسئله میپردازن. بنابراین رابطه این واقعه انقلاب فرهنگی یه پدیده بزرگیه که رابطه دولت و دانشگاه چه در دوران پهلوی چه در دوران اسلامی رو همه اینا رو با هم دیگه در بر میگیره و این مسئله که همیشه رابطه دولت و دانشگاه یه رابطه تقابلانه رو در رو بوده و اینه که مثلا دانشگاه ها همیشه زیر کنترل سیاسی ایدئولوژیک هر دو رژیم بودن. من چند تا مثال براتون بزنم. مثلا کنترل کامل نظام اداری دانشگاه ها، مثلا انتصاب رؤسای دانشگاه ها، دخالت مستقیم دربار، یعنی الان امروز ما اگر که زمان شاه دربار مستقیما دخالت میکرد در امور دانشگاه ها، الان درگاه رهبریت دخالت میکنه، عدم استقلال علمی، اداری، مالی، کنترل امنیتی دانشگاه ها. زمان شاه حضور ساواک بوده، در این زمان در زمان جمهوری اسلامی دفتر تحکیم وحدت بسیجی سپاه انجمنهای اسلامی دانشجویان که یک سیستم وسیع سرکوب دانشجو و استاد رو در این رژیم پیاده کردن، مثلا ستاره دار کردن دانشجویان و در مجموع عدم آزادی علمی، یعنی academic freedom، که نه در زمان شاه وجود داشته و نه الان. بنابراین ما با این پدیده باید به این شکل خیلی منسجم و گسترده و همون پیچیدگی هاشو در نظر بگیریم و بهش برخورد بکنیم. اهداف پروژه انقلاب فرهنگی چی بودن و دقیقا رژیم چه مسائل و سرتیج‌های رو در اولویت کار خودش در این پروژه قرار داد؟ ببینین،
از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 دانشگاه ها مرکز مهم رشد نیروهای چپ و سکولار بودند و نقش بسیار مهمی و کلیدی در خیزش مردم در سالهای 1356 تا 59 بازی می‌کردند. زمانی که اسلامیون به رهبری خمینی قدرت رو در دست گرفتن، یه نوع حکومت دوگانه در دانشگاه حاکم بود و دولت تازه به قدرت رسیده خمینی به شدت از این اوضاع نگران بود و سعی میکرد که قدرت مطلقه خودش رو پیاده بکنه در دانشگاه ها. از این رو این برنامه انقلاب فرهنگی اسلامی رو پیاده کردن. دانشگاه ها بسته شد و به تدریج تقریبا تا 3 سال طول کشید که دانشگاه ها رو شروع کردن به بازگشایی. اخراج استادان، دانشجویان، کارمندان، پاکسازی ایدئولوژیک گسترده، همه این را رو انجام داد. تغییر و تحولات آموزشی ابعاد خیلی گسترده داشت و من فقط اینجا برای بحثمون به چند تا نمونه اشاره میکنم و اکتفا میکنم. یکی اینه که جداسازی زن و مرد. در اول که میخواستن کلاس های درس رو هم زنانه و مردانه بکنن که شکست خورد، ولی کلن این جداسازی رو در محیط دانشگاه ها میخواستن پیاده بکنن. حالا اینی که تو چقدر موفق شدن و امروز بعد از 40 سال به چه نتایجی رسیدیم، اون خودش یه بحث خیلی گسترده ایه. جنسیتی کردن رشته های آموزشی، سهمیه بندی کردن دسترسی به آموزش عالی، پیاده کردن آزمون ایدئولوژیک و همینطور که قبلا هم گفتم درست کردن، امنیتی کردن دانشگاه ها. اما برای پاسخ کاملتری دادن به این سوال شما، به یه نکته‌ای که میدونین خودتونم که آغاز انقلاب فرهنگی رو معمولاً به بهار 1359 و اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز به نظرات رفسنجانی برمیگردونن و در پی این واقعه دانشگاه تبریز به پیام نوروزی 59 خمینی و ماده، مخصوصا ماده 11 این پیام که میگه که باید انقلاب اساسی در تمام دانشگاه های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربن تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی برای تدریس علوم عالی اسلامی بشود. و خب این ماده 11 ادامه داره و همه این به اصطلاح تهدید علیه استادان و دانشجویان مترقی هست. من ولی معتقدم که پایه‌های و ریشه این نبرد بین روحانیت و دانشگاه، حوزه و دانشگاه، اسلامیون و چپ‌ها و به این برمیگرده که پایه گرفتن خمینی در سالهای 56 و 59 بر تکیه و مسلط شدن و سوار شدنش بر اعتراضات توده‌ای بود که تونست اون رو تبدیل بکنه به یه حرکت پاپیولیستی ضد چپ. و خب میدونیم که امپریالیسم آمریکا و غرب کلن هم چقدر بهش کمک کرد، ولی اسلامیون طرفدار خمینی متوجه بودن که در درون دانشگاه و بین دانشجویان و روشنفکران پایه ندارن. از این نظر انجمن اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت که در انتخابات دانشجویی شرکت میکرد اون موقع، اینا بسیار ضعیف بودن. و خیلی جالبه که این نکته رو شما اگر در خاطرات عباس عبدی، سعید حجاریان، هاشم آقاجری که اینا همه در فعالین انجمنهای اسلامی دانشجویی بودن نگاه کنین، همیشه میگن که ما حدود 10% رأی می آوردیم. بعد حمایت دانشجویان اون موقع از خلق کرد و ترکمن صحرا و افشاگری های از رژیم می کردن باعث شد که دانشگاه رو که گروه های چپ به عنوان یک سنگر آزادی ازش بحث می کردن، این دانشجویان اسلامی و گروه های اسلامی و دولت حاکم اون موقع بهش به دانشگاه بگن که ستاد جنگ شده
و از این روی نبرد گسترده ای رو مجبور شدن که علیه دانشگاه برنامه ریزی بکنن. نکته که میخوام بگم این است که 4 تا جناح در درون دولت برای نبرد علیه دانشگاه حاضر شدن. اینا کی بودن؟ اسلامیستای طرفدار خمینی که بعدها اصلاح طلبها و گروه های اصولگر، یعنی اصولگراها از درون همین این جناح بیرون اومد. بعد اسلامیست لیبرال هایی که در شورای انقلاب بودن که اینا بعدا تبدیل شدن به یه نوع نوگراهای دینی لیبرال مذهبی به اصطلاح، که اینا از در درون این گروه بودن. بنی صدر و لیبرال ها و حزب جمهوری اسلامی، یعنی اصلا این نیست که یک گروه بود و یا اینه که فقط یک جناح از درون دولت مخالف این نبرد علیه دانشگاه بودن، اینطوری نیست. به نظر من این 4 گروه در سرکوب دانشگاه ها دست داشتن و ریشه این نبرد حتی خیلی به قبل از آغاز دوران خیزش های قبل از انقلاب برمی گرده و به نظر من ریشه اصلیش در ساختاریه که تقویت گرایشات اسلامیستی، لیبرال اسلامیستی، ملیون و اسلامیست ها و همکاری اونها با رژیم پهلوی علیه کمونیسم و چپ هست. بله دکتر مجاب، شما در میان گفته هاتون به بازبینی محتوای کتاب های درسی و به ویژه به مسئله علوم انسانی اشاره کردین. من مدت هاست راستش رو بخواین ذهنم رو مشغول کرده در این رابطه، به ویژه اینکه تلاش رژیم برای حذف و تغییر علوم انسانی در دانشگاه ها در متون درسی، اهمیت علوم انسانی برای ایدئولوژی رژیم چیه و چرا سعی داره و تلاش داره علوم از همون ابتدا تا به حال نیست سعی داره علوم انسانی رو یا حذف بکنه یا اصلاح بکنه در دانشگاه؟ این خیلی مسئله مهمی هست و این هم همین که میگم برمیگرده به یه تاریخ خیلی گسترده داره و اون تفاوت، یعنی تقابل بین اندیشه علمی و مارکسیستی با گرایشات مثلا انجمنهای اسلامی که اینا از سالهای 1320 اینا شروع میشه و این یعنی مثلا کار مهدی بازرگان اون موقع که سعی میکرده از علم مثلا ترمودینامیک استفاده کنه ولی رواج خرافات مذهبی انطباق اینا رو میخواسته بده، یعنی همیشه بین علم و علمگرایی با ایده های مذهبی این تقابل همیشه در علوم وجود داشته. مثلا از همون موقع که این حلقه های انجمنهای اسلامی درست میشه، مثل کانون تبلیغات اسلامی زیر نظر محمد تقی شریعتی در مشهد، فدائیون اسلام زیر نظر نواب صفوی، انجمن تبلیغات اسلامی مثلا شاهاپور یا کانون اسلامی که طادقانی درست میکنه، همه اینها در نشر ایده های درست کردن نشریه های مذهبی، در نشر ایده های مذهبی بسیار دست داشتن و از همون موقع این ایده، یعنی از سالهای 1330 هست که اینها سعی میکردن، خود مثلا همین مهندس بازرگان بسیار سعی داشت که آخوندها رو به دانشگاه بیاره و طرح حوزه و دانشگاه رو اونا اون موقع ها مطرح کردن. حتی بازرگان پشتیبان ساختن مسجد در دانشگاه تهران بود و یعنی این 2 دهه قبل از انقلاب فرهنگی هم هست و خیلی نکته مهمیه از این نظر که حتی اگر ما و یادمون بیاد که وقتی خمینی هم به ایران داشت برمیگشت، بحث زیادی بود که آیا نماز جمعه رو در دانشگاه تهران بذارن یا بهشت زهرا، یعنی اینقدر مسئله دانشگاه مهم بود.
در نتیجه در حالی که این اسلامیت رشد میکرد و چپ ها اصلا اجازه خوندن و داشتن یک کتاب مارکسیستی هم نداشتن، مثلا علی الشریعتی در حسینیه ارشاد اون سخنرانی های مهمش رو میکرد بین 1349 تا 51 و تبلیغ اندیشه دینی میکرد. و خیلی جالبه که بدونین که وقتی که سال 1346 حسینیه ارشاد توسط محمد همایون، ناصر میناچی، عبدالحسین علی آبادی، همه اینا شروع می شد، انقدر ناصر اونا تبلیغ می کردن و امکانات رشد و ساختن حسینیه ارشاد رو می دادن. ناصر میناچی در کابینه بازرگان که شد وزیر تبلیغات و جهانگردی، به خاطر تعلق خاطرش به حسینیه ارشاد نام وزارتخونه رو، یعنی وزارت تبلیغ و جهانگردی رو، تبدیل کرد به وزارت ارشاد ملی، یعنی مثل مفهوم حسینیه ارشاد کردش ارشاد ملی. بنابراین ما چیزی که هست اینه که باید نگاه کنیم که اصلا نمیشه انقلاب فرهنگی و این تضاد بین علم و دیدگاه علمی رو از این برخوردهایی که به مسئله مذهب و تفکرات و ایدئولوژی اسلامی و مذهبی و اینا رو داشتن جدا بکنیم. در نتیجه چیزی که هست اینه که بحثی که شد اینه که علوم انسانی و علوم اجتماعی برای دیدگاه‌های جامعه خیلی اهمیت دارن و خب اینا علوم غربی هستن و علوم غربی ضدیت با اسلام و تفکرات ایدئولوژیک مذهبی اسلامی داره. بنابراین ما باید این علوم رو از اول بازبینی بکنیم و تبدیلش بکنیم و مسائل اسلام رو در درون اینها جایگزین کنیم. مثلا به خاطر همینم که یکی از مهمترین بخش هایی که وقتی که ستاد انقلاب فرهنگی که خود عبدالکریم سروش یکی از منتسبین به این ستاد بود، این کارشون بازبینی همین رشته ها و این تدریس بود. من براتون برای اینکه روشن بشه یک نقل قولی از خود دکتر عبدالکریم سروش میارم که میگه، اتفاقا سوال بعدی هم در همین رابطه است، بفرمایید. میگن دکتر عبدالکریم سروش میگه رشته هایی از دانش که در واقع دانش های کاذبند، نه دانش های واقعی، اینها را ما از دانشگاه حذف کردیم. چیزهایی که در آینده این مملکت به آنها نیازی ندارد و خدمتی به انقلاب نمیتوانند بکنند و صرفا یک عده افراد مدرکدار پرتوقعی به وجود میآورد که هم از خود راضی‌اند و هم از مردم این کشور طلبکارند. این رشته ها را کنار گذاشتیم و به تعبیری که در اسلام داریم سعی کردیم که انشاءالله علم نافع را در دانشگاه ترویج دهیم. یعنی این نقش آقای عبدالکریم سروش بود در ستاد انقلاب فرهنگی. و بعدم ادامه میده که در باب علوم انسانی ما وارد صحنه جنگ تازه‌ای شدیم. علوم انسانی از طرف دانشجویان، یعنی انجمنهای اسلامی مقصودشه، مورد حساسیت بسیار قرار گرفت. آنها و بعضی از محرکانشان آن علوم را از اصل نجس می دانستند. نهایتا امام به ستاد انقلاب فرهنگی توصیه کرد که برای اصلاح علوم انسانی به قم پناه ببرید. ستاد انقلاب فرهنگی رفت پیش جامعه مدرسین. جامعه مدرسین متوسل به آقای مصباح و دستگاه ایشان، یعنی مدرسه باقرالعلوم شد. آقای مصباح برنامه‌ای به ستاد پیشنهاد کرد و گفت استادان به قم بیایند و ما مباحث مشترک داشته باشیم. ستاد هم تصویب کرد و به این ترتیب جریانی شروع شد که ابتدا قرار بود 9 ماه باشد، اما بیش از 1 سال طول کشید. نتیجه این حرفایی که آقای سروش میزنن این بود که روانشناسی رو شروع کردن به اسلامی کردن، جامعه شناسی رو اسلامی کردن و این نوع علوم رو خواستن که اسلامی بکنن. ولی خودشون میدونن که بعد از چند سال شکست خوردن. من برای یه نمونه‌ای که فقط بیارم، برای اینکه توی این زمینه کار کردم،
در مورد مسئله دولت و رشته مطالعات زنان و این مسئله اسلامی بومی سازی فمینیزم، که اگر که نگاه کنین اینا تقریبا برنامه ای رو که میخواستن پیاده کنن در مورد اسلامی کردن مطالعات زنان این بود که یک نوع فمینیزم ستیزی به عنوان مثلا در درون شروع کردن در درون ایران و در خارج از به روی یعنی به طرف خارج هم ادعای بومی سازی فمینیزم کردن و به عنوان فمینیزم اسلامی رو پیش گذاشتن. و اینی که رشته مطالعات زنان رو اونطوری که مثلا غلامعلی حداد عادل راجبش صحبت میکنه، میگه که رشته مطالعات زنان به اون صورتی که تو دانشگاه دنیا تدریس میشه در تعارض جدی با اسلام قرار داره و به همین دلیل این شورای تخصصی مربوط به تحول و ارتقای علوم انسانی که هنوز این پروژه ادامه داره تجدید نظر اساسی در مورد مثلا رشته مطالعات زنان کرده و نهایتاً اسم این رشته رو از مطالعات زنان به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام تغییر دادن. بنابراین می‌بینیم تحولات وسیعی انجام شده، اما چیزی که هست اینه که در مورد این تحولاتی که در مورد رشته های اسلامی کردن مثلا علوم انسانی و علوم اجتماعی پیاده کردن نهایتاً بسیار شکست خورده، دلیلش هم اعتراضات، مقاومت و مخالفت‌های دانشجویان، استادان در طی این سال‌ها بوده. دکتر مجاب، شما به عبدالکریم سروش اشاره کردین. اعضای ستاد انقلاب فرهنگی، یعنی اولین ستادی که مسئول سرکوب و تغییر دانشگاه‌ها شد به فرمان خمینی، علی شریعت مداری، محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسین حبیبی، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و عبدالکریم سروش بوده. از میان اونها فقط جلال الدین فارسی و عبدالکریم سروش الان زنده هست. عبدالکریم سروش به آمریکا رفته و در اونجا به عنوان استاد دانشگاه تدریس میکنه و ایشون در گفتگوهای بسیاری انکار میکنه که نقشی در سرکوب دانشگاه ها داشته باشه و میگه کار من اتفاقا بازگشایی دانشگاه ها بوده. و لازمه برای اطلاع شنوندگان نیست بگویم که شما در اون زمان در ایران بودین و در دانشگاه تدریس میکردین، شاهد شما یه شاهد شخصی هم هستین. در این رابطه شما چی میگین؟ ببینید، من فکر میکنم که دکتر عبدالکریم سروش بسیار مزورانه و ناصادقانه دست از مسئولیت خودش در یه فاجعه بزرگ علمی سیاسی در ایران میشوره. اصلا اینطور نیست. وقتی دکتر سروش از ستاد انقلاب فرهنگی اومد بیرون و وقتی که حتی بعدن از ایران اومد بیرون، وقتی بود که این رژیم پای خود کسانی هم که نقش مهمی داشتن برای این نوع برنامه ریزی ها پای اونا رو هم گرفت و اومدن از اونجا، به همین دلیل مثلا اومدن بیرون. حتی اینقدر صداقت علمی هم ندارن که واقعا یک نوع بازنگری تاریخی بکنن و یک نوع تاریخ مزورانه ای رو، غیر واقعی رو نشون بدن. به نظر من عبدالکریم سروش نقش، یعنی یه نظریه پرداز پروژه اسلامی کردن علوم انسانی بوده و نظام آموزش عالی هم با همکاری دولت با زور و سرکوب، چه در ستاد، چه در دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه، این رو پیاده کردن. و این نکته خیلی مهم است که برنامه پاکسازی نیروهای چپ و کمونیست و مجاهدین و سکولارها برای اجرا کردن بخشی از کل این برنامه بود، یعنی بخشی از اسلامی کردن علوم انسانی اجتماعی بود. برای اسلامی کردن متون درسی و روش تدریس مجبور بودن که پذیرش گزینشی ایدئولوژیکی دانشجویان رو بکنن. اخراج کردن دانشجویان نتیجهش زندانی کردن،
آواره کردن هزاران روشن فکر، یعنی در واقع موج اول حرکت فرار مغزها از ایران بعد از جریانات انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد. مسئولن اینا، یعنی در واقع چیزی که هست اینه که اینا دست داشتن، این گروه ستاد انقلاب فرهنگی. مثلا شما نگاه کنین که حتی در سال 62 هیئت مرکزی گزینش استاد که یکی از هیئت‌هایی بود که در درون ستاد انقلاب فرهنگی کار می‌کرد، این هیئت مرکزی کارش این بود که گزینش اخلاقی ایدئولوژیک استادا را انجام می‌داد و حتی خود آقای دکتر حبیبی در یه سخنرانی میگه که سیاست گزینش استاد امروز سخت‌تر از انتخابات قضات برای دادگاه‌های عالی کشوره. این هیئت گزینش خودش دو تا کمیته تخصصی و اخلاقی داشت که اونا کسانی بودن، استادانی که از زیر تیغ ایدئولوژیک اسلامی کمیته اخلاقی رد نمی شدن، اگر دستگیر و زندانی نمی شدن به خیلی اخراجیان و بیکاران و تبعیدی ها پیوستن. یعنی ما باید اینطوری نتیجه بخوام نتیجه گیری بکنم این هست که انقلاب فرهنگی اسلامی یه حرکت سیاسی، همونطور که گفتم، برای تثبیت قدرت سیاسی خمینی و حامیانش بود. ستاد انقلاب فرهنگی ستون فقرات ایدئولوژیک آموزشی انقلاب فرهنگی اسلامی بود و اینها در، یعنی نقش افرادی مثل دکتر عبدالکریم سروش در این پروژه بسیار پررنگ و خیلی مهمه که یک تاریخ اشتباهی رو و ما ارائه ندیم و از زیر مسئولیت فاجعه‌ای که به بار آورد نمیشه شانه خالی کرد. و به عنوان پایان این گفتگو، دکتر شهرزاد مجاب، به نظر شما در آستانه 40 سال انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی هستیم، با توجه به اهمیتی که شما برشماردین، چه وظیفه‌ای در پیش روی جامعه، چه وظیفه‌ای در پیش روی روشنفکران، اساتید، دانشجویان قرار داره در سالگرد این پروژه عظیم رژیم؟ ببینید، اوضاع بسیار سخت، پیچیده و نگران کننده در ایران برقرار الان و میدونین که این خیزش‌های اجتماعی به نظر من وارد راهی میشه که اگر که به شکل یک جنبش اجتماعی با یک بینش و یک افق مشخصی در نیاد، باز هم دو مرتبه سرکوب میشه و من فکر میکنم سرکوب هایی که در پیش خواهیم داشت شاید حتی دوران و شرایط سختری حتی از دوران انقلاب فرهنگی ما باهاش مواجه بشیم. بنابراین به نظر من لازمه که این خیزش ها حول یه نوع مطالبات همگانی و به یه همبستگی برسه و وظیفه دانشجویان و دانشگاهیان متحد هم اینه که به این مبارزات بپیوندن. حالا این مبارزات چیه؟ به نظر من اینه که اولا پایان دادن، این یعنی یه نوع حد اقلایی که ما میتونیم داشته باشیم برای که به امید یه خیزش اجتماعی بزرگتر برای پایان دادن به این رژیم. اینا چی هست؟ اینه که باید این سرکوب امنیتی سیاسی که الان وجود داره پایان داده بشه بهش. جدایی دین از دولت به اصطلاح خیلی، یعنی این خیلی مهمه، زدودن دین از دانش و دانشگاه و مهمتر از همه لغو حجاب اجباری. باید مبارزه با فساد اقتصادی و فقر بشه، رفع تبعیض علیه ملت‌های غیر فارس بشه و جلوی این نوع جنگجویی و دخالت دولت در منطقه، این جنگ ستیزی که دولت داره میخواد راه بندازه، باید جلوی اینا گرفته بشه، جلوگیری بشه از نابودی محیط زیست. میبینیم که سیل‌های اخیر و تمام فجایعی که وجود داره و رفع ستم از هر گونه گرایشات جنسی، دیگر جنسان، هم جنسگرایان، دیگر باشان. یعنی ما یه خیزش اجتماعی میخوایم که لااقل حول این نوع مطالبات همگانی به یه همبستگی برسه
که بشه یه اتحادی وجود داشته باشه در مقابل این رژیم. دکتر شهرزاد مجاب، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادید. خیلی متشکرم از شما.